با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 11 ماه حوت سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. پایان حمله بر پایگاه شور به ولایت هلمند پس از نزدیک به 40 ساعت. یگانه راه پیروزی دشمن همین است که در داخل قطعات و جزتان ها نفر خود داشته باشد. دلاش حکومت برای ایجاد هیئت همه شمول و ملی برای گفتگوهای صلح با طالبان. امرای سیاسی افغانستان و اقشار مختلف مشوره شده، از پیشان خواسته شده که یک لیست خود اونا بتن. انتقاد از حضور افراد غیر حرفه‌ای در میان اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی. دری یا چلور کسا تخنیکی خلق دی، پتاکن و پوهیگی تجربه لری، ولی نور غیر مسلکی دی. ادامه بررسی پرونده دختران فوتبال باز کشور از توی لوی سارنبولی. با آغاز واپسی نبرد نیروهای دموکراتیک سوریه با دایشان در آخرین پایگاه داعش در سوریه. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که وزارت دفاع ملی پایان حمله بر قل اردوی 215 میوند را اعلام کرد، اما این حمله پس از چاشت امروز به پایان رسید. منابع تلفات این رویداد را در حدود 50 تن میگویند، اما وزارت دفاع ملی جان باختن 23 تن را در این رویداد تایید کرده است. ساختمان این قل اردو معیاری و پیچیده ساخته شده است و زمین دو چگونگی راه یافتن مهاجمان به این پایگاه نظامی پرسش ها با انتقادهای را به همراه شده است. گلاب الدین غبار گزارش می دهد. منابع می گویند که مهاجمان ساعت 2 پس از نیمه شب پنجشنبه شب به هیچ درگیری خودشان را تا فرماندهی گارنیزیون این پایگاه رسانیدند و پس از ترباران کردن فرماندهی گارنیزیون و 12 تن دیگر، نگهبانان این قل اردو که در 6 برج امنیتی این پایگاه بودند با خبر شدند. سپس مهاجمان خودشان را در بخشای مهم از جمله مرکز آموزشی و موترهای هاموی این قل اردو جابجا کردند. یگانه راه پیروزی دشمن همین است که در داخل قطعات و جزتان ها نفر خود داشته باشد. این تصویرها زمان درگیری ها را در این قل اردو نشان می دهند. وزارت دفاع ملی روز جمعه از پایان این حمله و جان باختن 23 نظامی و زخمی شدن 16 نظامی دیگر خبر داد. اما منابع جان باختگان این رویداد را در حدود 50 تن می گویند. روزی محمد برادر یکی از این سربازان است که در این پایگاه آموزش می بیند. اما پس از حمله تا کنون از وی هیچ خبری ندارد. تیر روز می ورسره یو ځل خبرې کړې دي چې ول مشکل نسته، ستونزه نسته. له هغه وروسته چې بیا هڅه کوم، ټلیفون هم کار نه کوي، نو کورنۍ مو ډېره په اندېښنه کې ده. دشمنان افغانستان از یک سو شعار صلح می دهند و از سوی دیگر آرزوی انحلال و یا شکست اردوی قهرمان افغانستان را در سر می پرورانند. برای نگهداری هر قل اردو 7 بخش استخباراتی و عملیاتی شب و روز فعال هستند و برنامه های پیشگیرانه ای را برای رویارویی با تهدیدها طرح‌ریزی می کنند. یعنی آنقدر مشکل هست داخل شدن به این قل اردو که شما باید از چندین دروازه و چندین قراول بگذارید. سراج الدین دگرمن و فرمانده گارنیزیون این قل اردو از مقامهای بلندپایه در میان جان باختگان این رویداد است. چه منگا دون قوی پروگرام نو چه دلت خارجیان استفاده کرده، یواز من خپل کمند زړور کمندویان استفاده کرده و دشمن تمات برکرده. این حمله شباهت های چندی با حمله مرگبار در قل اردوی 209 شاهین در شمال کشور دارد، اما پایگاه نظامی شوراب که قل اردوی 215 میوند نیز در آن وجود دارد، یکی از مستحکمترین دژهای نظامی در جنوب کشور به شمار می رود. اما حمله کنندگان به داخل این دژ راه یافتند و 2 روز با نظامیان به نبرد پرداختند.
حکومت از ایجاد هیئت گفتگو کننده همه شمول به ملی سخن میگوید. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که حکومت از سیاستگران به دیگر بخشای جامعه خواسته است که برای عضویت در هیئت گفتگو کننده فهرست نامهایشان را به حکومت بسپارند. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که بر بنیاد توافق با حکومت نمایندگان حکومت شامل هیئت سیاستگران و سران احزاب سیاسی کشور خواهند شد و یک جا با طالبان گفتگو خواهند کرد. قرار است دور بعدی گفتگوها میان شرکت کنندگان در نشست مسکو و طالبان در پایان ماه مارس در دوحه برگزار شود. کریم امینی گزارش می‌دهد. حکومت در حال ایجاد یک هیئت گفتگو کننده همه شمول. آیا جای خالی حکومت در گفتگوهای صلح پر می شود؟ ریاست جمهوری می گوید که حکومت پیش از این تغییر در هیئت گفتگو کننده را در نظر گرفته بود. امرای سیاسی افغانستان و اقشار مختلف مشوره شده، از پیشان خواسته شده که یک لیست خود اونا بتن تا حکومت افغانستان در روشنایی از او و در مرحله کنونی صلح قرار داریم یک تیم مذاکره کننده مؤثر انشالله ایجاد شد تا مذاکرات به پیش برد. در این میان شرکت کنندگان نشست مسکو می گویند که رئیس جمهور غنی در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین پذیرفته است که حکومت بخش از هیئت گفتگو کننده با طالبان باشد. یک راه حل میانه ای طور پیدا شده که همون چتر ملی که کلان که میخواهد جور شد از سطح کرزه است، حکومت هم رعایت خود در چوکات زمو روان کنه. از سوی دیگر منابع میگویند که بر بنیاد توافق تازه به میان آمده کمتر یا بیشتر از 50% هیئت تازه گفتگو کننده متشکل از نمایندگان حکومت و بخش دیگر این هیئت را سیاستگران و سران احزاب سیاسی خواهند ساخت. این منابع میگویند که نمایندگان حکومت صلاحیت تصمیم گیری نخواهند داشت، از این رو از حکومت دستور خواهند گرفت. به شکل هیئت حکومت افغانستان نخواهد باشه، برازی که او مشکل خود داره. مشکلش به این معنی است که طالبا اعلان کرده که با حکومت افغانستان گفتگو نمیکنه، ولی ایرم اعلان کرده که با هیئتی که افغانستان شمول باشه گفتگو میکنه. در همین حال گفتگوها میان امریکا و طالبان پس از یک توقف دو روزه به روز شنبه از سر گرفته شد و انتظار می رود که توافقات به میان آمده در این گفتگوها با صدور یک اعلامیه مشترک همگانی شوند. ملګری ملتونه د ناروی استازی او امریکایان خپل طالبان ته وایي چې هغه شکل د جوړېدو خو راته ووایست، هغه به انتقالي حکومت وي، شریک حکومت به وي، انتخابات به وي، په دغه وخت کې بیا طالبان ګونګ پاتې کیږي. با این همه به تازگی حضرت عمر زاخلوال و حکمت خلیل کرزی به دوحه رفتند و خبرنگاران در قطر میگویند که آنان همه روزه با زلمه خلیلزاد ریزنی میکنند. رئیس پیشینی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بیشتر کسانی که از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی رای گرفتن از دانش انتخاباتی لازم برخوردار نیستند. در این حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات با آنکه از راه یافتن چهرههای غیر حرفه‌ای برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی ابراز نگرانی میکند، میافزایند که رئیس جمهور در همکاری با دیگر نامزدان باید افراد شایسته را بگمارند. مسعود انصار گزارش میدهد. قرار است فردا 14 تن از نامزدانی که بیشترین رأی را از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده اند به کمیسیون های انتخاباتی معرفی شوند. دری یا څلور کسه تخنیکی خلق دی په ټاکنو پوهیږي، تجربه لري، ولی نور غیر مسلکی دی. او زما په فکر سره چې راتلونکي ټاکنې به په دې کمیسیون باندې ونه کی دا یو موقت کمیسیونونه به وي. با آنکه شماری از نامزدان عضویت بر کمیسیون های انتخاباتی را نهادهای جامعه مدنی معرفی کرده بودند، اکنون این نهادها نیز نگرانی هایی دارند. نگران هستیم که اگر واقعا تجربه انتخاباتی نداشته باشند دوباره بر نگردیم به انتخابات ولسی جرگه افغانستان که پشت سر گذاشتاندیم. اما حکومت چگونگی گزینش اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی را شفاف می گوید؟ این را
رأیگیری در کمال شفافیت و اعتماد و تفاهم انجام شد. این یک نشانه روشن است از روحیه تفاهم، رعایت دموکراسی، پایبندی به تعهدات از جانب رهبری حکومت. اما این نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در نشست گزینش اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی شرکت نکرد، مخالف این روند بوده است. مردم افغانستان همین سوال را دارند که اگر کمیسیون مفسد بود، پس انتخابات هم فاسد است و باید به ابطال بره. تا زمانی که او انتخابات به ابطال نره، ما هیچ وقت با کمیسیونرهای جدید رای نخواهد دادم. شهروندان کشور نیز از کسانی که قرار است عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی را به دست آورند، خواست‌هایی دارند. کمیسیونرهای انتخاباتی کسانی باشند که حق و حقوق مردم رسیدگی بتونه و رأی که از مردم میگیره و بتونه به مردم رسیدگی بتونه. مهم داده چې حقوق خپل ځان خرڅ نکړي. ځکه د تیرې ولسی جرګې کوم دی ولسی پر هغه لپاره پارلمان لپاره چې کومې رای ورکول شوې هغه رای اسې د خلکو توی لاړې فساد نکنن و ای وطن اینا میتونن از یک بحران بسیار بزرگ نجات بده. اعضای تازه کمیسیون‌های انتخاباتی پس از معرفی به نابسامانی‌های انتخابات مجلس رسیدگی خواهند کرد و فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس را اعلام خواهند کرد و سپس برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی خواهند نمود. لوی سوارنبری میگوید که درخواست ویزای اروپا برای دو تن از اعضای هیئت بررسی کننده قضیه بدرفتاری ها در برابر دختران فوتبال باز با بیشتر از 20 روز تاخیر روبرو شده است. وزارت امور خارجه نیز تایید میکند که برای دو عضو این هیئت از یکی از سفارتهای کشورهای اروپایی درخواست ویزه شده بود، اما تا کنون این درخواست پاسخ نیافته است. در این حال منابع به تولو نیوز میگویند که در بررسی های این پرونده تا کنون بیشتر از 30 تن در داخل کشور بازرسی شدند، اما شمار از کسانی که در این باره شکایت درج کرده بودند بایلت های نامعلوم شکایت هایشان را پس گرفتن و شماره هم ناپدید هستند. تمیم حمید گزارش می دهد. منابع به طلوع نیوز می گویند که هیئت بررسی کننده پرونده بدرفتاری ها در برابر بانوان فوتبال باز کشور تا اکنون در 15 بخش کارهایی را انجام دادند. بازپرسی از کسانی در کابل به شمول بازیکنان تیم فوتبال بانوان و تصویربرداری و عکاسی تمامی اتاق‌ها و دفترهای فدراسیون فوتبال از مهمترین این کارها بودند. این هیئت با شماری از اعضای پیشین تیم فوتبال بانوان که در بیرون از کشور هستند نیز گفتگو کرده است. اما این منابع میگویند شماری از کسانی که در این باره در داخل کشور شکایتهایی را درج کرده بودند به علتهای نامعلوم شکایتهایشان را پس گرفتند و شماری هم اکنون از دسترس نهادهای عدلی و قضایی بیرون هستند. در چنین اوضاعی لوی سارنوالی از تأخیر در کار ویزای دو عضو این هیئت خبر میدهد. دو تنی که باید به چند کشور اروپایی بروند و در این زمینه از کسانی در آن کشورها بازپرسی کنند. فقط هیئت انتظار دارد که ویزه به اختیارشان قرار بگیره و اینا از این کشورها شوند تا به او افراد و نهادهایی که تحقیقات مرتبط به قضیه نیاز است تحقیقات تکمیل شود تا ما بتانیم یک تحقیق در روشنای احکام قانون و شکل همه جانبه داشته باشیم. در این میان آنچه که به درازا کشیده شدن کار این پرونده گفته می شود نگرانی ها و انتقادهایی را به همراه داشته است. سیستم هایی که نیاز بود در لوی سارنوالی برای سرعت بخشیدن و همچنان کفایت لازم برای بررسی پرونده های پیچیده وجود داشته باشه اینا به وجود نیامده. به این لحاظ پرونده بسیار زیادی هست که در لوی سارنوالی افغانستان سالها نگهداری میشه و پروسه بررسیشان تکمیل نمیشه. با این حال لوی سارنوالی تاکید می‌ورزد که درباره این پرونده در داخل کشور بررسی‌های همه‌جانبه و فراگیر انجام شدند و باور این نهاد سفر اعضای هیئت بررسی کننده به اروپا میتواند پهلوهای بیشتر ماجرا را روشن سازد و هیئت را در به نتیجه رسیدن این پرونده یاری رساند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را میشنوید با طلو و طلو نیوز باشید. ادامه خبرهاست طلو و طلو نیوز. با پسین نبرد نیروهای دموکراتیک سوریه با جنگجویان داعش در آخرین پایگاه این گروه در سوریه آغاز شده است. عملیات نیروهای کرد در برابر جنگجویان داعش پس از بیرون شدن تمامی غیر نظامیان از روستاهای باغوز از سر گرفته می شود. با این حال مقامهای آمریکایی هشدار می دهند که اگر داعش آخرین پایگاهش را در سوریه از دست بدهد باز هم یک تهدید خواهد بود.
نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از جنگجویان کرد و عرب می گویند که آخرین دسته از غیر نظامیان از روستای باغوز در ولایت دیروزور این کشور بیرون شدند. اکنون این نیروها آخرین نبردشان را در برابر گروه داعش در این روستا آغاز کردند. ما انتظار مقاومت خشونتبار هراس‌افگنان داعش را داریم. آنان با تمامی جنگ‌افزارها و جنگجویانشان مقاومت خواهند کرد. عملیات ما شامل حمله های هوایی، توپخانه‌ای و نیروهای زمینی خواهد بود. در میان غیر نظامیان که از روستای باغوز بیرون شدند، اعضای خانواده های جنگجویان داعش نیز حضور دارند. زنانی که از کشورهای گوناگون هستند و اکنون با کودکانشان از این روستا بیرون می شوند. می خواهم که به هجرت و جهاد ادامه دهم، اما دخترم زخمی بود و مجبور شدم که این روستا را ترک کنم. بر بنیاد گزارش‌ها تا 300 تن از اعضای گروه داعش که اروپایان نیز در میانشان هستند در روستای باغوز باقی ماندند. نیروهای کرد در حال آخرین نبرد را برای نابودسازی این جنگجویان آغاز کردند که تا 20,000 غیر نظامی از این روستا آواره شدند و اکنون در بخش‌های دیگر ولایت حسکه به سر می‌برند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. یک خلبان هندی که روز چهارشنبه گذشته پس از سقوط جنگنده‌اش به اسارت نیروهای پاکستانی درآمده بود، دیشب رها شد و به هند بازگشت. اما درگیری‌ها میان نیروهای هندی و پاکستانی در کشمیر ادامه یافتند که بر بنیاد گزارش‌ها به کشته شدن 4 تن انجامیدند. یک پارک در استرالیا بازسازی شده است تا برای کودکان معلول ذهنی و جسمی نیز زمینه بازی کردن را فراهم بسازد. این پارک در شهر ادلاید قرار دارد و مردم از آن استقبال میکنند. تازه ترین کپسول آمریکایی که برای فضانوردان ساخته شده است از پایگاه فضایی این کشور در فلوریدا به فضا پرتاب شد تا به ایستگاه فضایی جهانی برسد. نزدیک به 5,000 تن برای تماشای پرتاب این کپسول به فضا گرد آمده بودند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شرکت برشنا نخستین پروژه برق وارداتی را در دره غوربند ولایت پروان عملی می سازد. هزینه مجموعی این پروژه در حدود 80 میلیون دلار است که پیمان آماده سازی سیم های برق و وسایل دیگر آن امروز با یک شرکت داخلی امضا شد. قرار است با بهره برداری این پروژه بیشتر از 10,000 خانواده در دره غوربند از انرژی برق بهره مند شوند. حیدرشاه امید گزارش می دهد. در چارچوب پروژه انتقالی برق به سیاگرد و شینواری، سیمهای برق وارداتی از چاریکار به این ولسوالی ها کشیده می شوند که در گام نخست تا 4 ماه دیگر 4,500 خانواده را در این ولسوالی ها از انرژی برق بهرمند خواهند ساخت. شرکت برشنا پیمان این پروژه را با یک شرکت داخلی که سیمهای برق را در داخل کشور تولید می کند امضا کرده است. پایه ها نصب شدن و تجهیزات که قرارداد میشه امروزی که با مجرد رسیدن که حدود 2 ماه بر از اینا وقت گذاشته، با رسیدن از این انشاءالله تا 9 ماه آینده در ما ایولسوالی ها را از انرژی برق مستفید میسازیم. شرکت برشنا میگوید که برای برق رسانی به شیخلی و سرخ پارسا، 2 ولسوالی دیگر در غربند، یک پروژه دیگر را برای خواهد انداخت. قرار آمار احصایوی ولسوالی سیاگرد حدود تقریباً 26,000 یا 25,000 فعلاً خانواده در ولسوالی سیاگرد تنها زندگی میکند. که اگر مثلا تنها ولسوالی سیاگرد تحت پوشش قرار بدهد، نیازمندی های این ولسوالی تنها برآورده نمیشود. بگذار که در ولسوالی شینواری، ولسوالی سرخ پارسا، ولسوالی شیخلی برود. هزینه های این پروژه از سوی شرکت برشنا و وزارت مالیه پرداخته میشوند. این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 60 پول
یک یورو 84 افغانی و 45 پول، یک درهم مراد 20 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 534 افغانی. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. رقابت‌های دوستانه دروزی هاکی که به منظور رشد این رشته ورزشی در ولایت خوست میان 8 تیم آغاز شده بود به پایان رسید. در فرجامین دیدار این پیکارها تیم نادر شاکوت توانست تیم خاصی ببرک را شکست بدهد و بر سکوی قهرمانی بیستد. در پایان این پیکارها به چهره ها و تیم های برتر از سوی مسئولین فدراسیون ملی هاکی کشور جوایز و تقدیرنامه ها نیز داده شد. لیگ برتر فوتسال 12 ساله های شهر کابل با قهرمانی تیم ستاری استقلال به پایان رسید. این رقابت ها با حضور 8 تیم برتر فوتسال 12 ساله های شهر کابل از یک ماه به این سو در جمنازیوم کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور برگزار گردیده بود که تیم فوتسال ستاری استقلال با 19 امتیاز و تفاضل گل برتر نسبت به تیم قطغن زمین موفق شد تا مقام قهرمانی را به دست بیاورد و تیم های قطغن زمین و امید اردو هم در جایگاه های دوم و سوم ایستادند. در پایان این رقابت ها محمد امیر وزیری از تیم ستاره استقلال با 13 گل زده موفق شد تا عنوان بهترین گلزن این پیکارها را از آن خود سازد. ملی پوشان وشوی کشور در سیومین دور رقابت های بین المللی جام صلح و دوستی شرکت کردند. این پیکارها با شرکت ورزشکاران 6 کشور در شهر زاهدان ایران برگزار شده که ملی پوشان کشور در دو بخش تالا و ساندا برابر حریفان بخت آزمایی خواهند کرد. قابل ذکر است که ملی پوشان کشور نخستین بازی هایشان را برابر حریفان امشب انجام خواهد داد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.